درباره پیامدهای وخیم بهداشتی فاجعه سراسری سیل و بیعملی دیکتاتوری فاسد آخوندی توجه شما را به اظهارات دکتر حسین فرصت جلب می‌کنیم. این حکومت ضد مردمی در 40 سال گذشته هیچ کار جدی و کارشناسی و هیچ پروژه‌ای را که به نفع منافع مردم باشه پیش نبرده، همش دنبال غارت و چپاول خودش بوده. همونطور که در 40 سال گذشته دیدیم، از این رژیم جز چپاول و دزدی و غارت هیچ چیز ندیدیم. الانم در این شرایط همونطور که خودتون ناظر هستین و شاهد هستین، جز بی‌اعتنایی به مردم و منافع مردم و بدبختی های مردم هیچ کاری از این رژیم ساخته نیست و هر چه هست کار خود مردم، کار جواناست که باید این مشکل رو حل و فصل کنن. اما حرفی که من دارم و صحبتی که الان میخوام بکنم اینه که الان که سیل اومده و این مشکلات جدی رو بر مردم تحمیل کرده، مسائل بهداشتی و پیامدهای این سیلاب و سیل هست. به این معنا که همطور که میدونیم موقعی که سیل را افتاده، تمام مزارع رو، تمام سیستم‌های آب و فاضلاب رو مخلوط کرده، به شهرها سرازیر کرده، خونه‌های مردم، ماشین‌های مردم، خیابون‌ها همه جا آلوده است، آلوده به انواع و اقسام مواد ضد بهداشتی و آلوده است. اینا هر کدوم مشکلاتی برای مردم به وجود میاره، بیماری‌های مختلفی برای مردم به وجود میاره، بیماری‌های مثل بیماری‌های گوارشی از قبیل تیفوئید، وبا، بیماری‌های آمیبی، بیماری‌های ویرال مثل بیماری‌های آنسفالیت و یا هپاتیت، انواع و اقسام مشکلات پوستی، مشکلات جسمی و روحی برای مردم به وجود میاره. خب، باید چیکار کرد؟ آیا این رژیم میتونه برای مردم گامی برداره یا میخواد برای مردم گامی برداره؟ در 40 سال گذشته نشون داده که این رژیم نه توان حل و فصل این مسائل داره و نه دنبال حل و فصل این مسائل. والا اگر این رژیم بخواد یک کاری بکنه، اولین کار الان اینه که با امکانات گسترده تمام بیماران، مصدومین، زخمی‌ها، کودکان، سالمندان رو به بیمارستان‌های دیگه در مناطق دیگه منتقل کنه، رسیدگی کنه که حداقل به دلیل مشکلات بیماری‌ها اینا ضایعات بیشتری بهشون نرسن. اگر این حکومت یه حکومت مردمی بود، باید الان در ابعاد گسترده، در ابعاد میلیونی اقدام به توزیع و پخش آب‌های بطری، آب‌های بهداشتی، بسته‌بندی بکنه. این کارها از رژیم ساخته نیست، نکرده و نمی‌کنه. باید برای نظافت و بهداشت فردی به طور گسترده امکانات نظافت رو در اختیار مردم بذاره، انواع و اقسام مواد ضد عفونی کننده، انواع و اقسام وسایل تمیز کننده برای بهداشت فردشون، بهداشت جمعیشون، تمیز کردن خونه ها، تمیز کردن امکاناتی که دور و برش وجود داره کمک کنه. اینا خیلی خیلی چیزای مهمیه. قدم بعدی اینه که راجب غذا هاست، تا اونجایی که میتونه غذاهای بسته بندی شده، غذاهای غیر آلوده در اختیار مردم به شکل گسترده قرار بده. ولی متاسفانه همونطور که خودتون در فیلم‌ها و کلیپ‌ها دیدین، هیچ خبری از این کارا در این استان‌ها دیده نمیشه. هرچی هم هست، همونطور که خانم رجوی اشاره کردن، خود مردم بودن که آستین بالا زدن و کمک کردن و باز هم توقعی جز این از مردم نیست که هرچی میتونن در جهت جلوگیری از این بیماری‌ها و این آلودگی‌ها به عمل بیارن، به مردم کمک کنن تا انشاءالله مردم بتونن در یه شرایط مناسب تری خودشون مسائل خودشون رو حل و فصل کنن.